درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 8 فروردین ماه ما رو همراهی کنید. بنابر اخبار و ویدیوهای رسیده، امروز سه شنبه 8 فروردین ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان در اهواز دست به تجمعی اعتراضی زدند. اجرای همسازی بدون حق بازی، اجرای همسازی بدون حق بازی، اجرای همسازی بدون با اینکه مقامات جمهوری اسلامی امیدوار بودند که با زلزله ترکیه تا مدتی خروج سرمایه از ایران برای خریدن ملک در کشور همسایه متوقف یا کند شود، اما به گزارش رسانه‌های داخلی و بر اساس آمارهای مرکز آمار ترکیه این مقدار افزایش یافته است. شهروندان ایرانی در فوریه گذشته تعداد 446 و در ژانویه سال جاری میلادی 526 خانه در ترکیه خریدند. بر اساس سالنامه مهاجرت ایران 1401، شیوه حکمرانی و وجود فساد نهادینه شده در کشور دو دلیل اول مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور در سالهای اخیر بوده است. همچنین اسرائیل یکی از 10 مقصد اول مهاجران ایرانی است و جمعیت ایرانیان مهاجر در ترکیه طی 7 سال 5 برابر شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد از کشورهای جهان به دلیل اتخاذ رویکردی دوگانه در مقابل نقض حقوق بشر انتقاد کرد. در این گزارش از جمله به سرکوب بی‌رحمانه مخالفان حکومت‌ها در سراسر جهان و همچنین در ایران پرداخته شده و آمده است که مقامات جمهوری اسلامی قیام بی سابقه مردم علیه دهه‌ها سرکوب را با گلوله جنگی و با اعمال غیرقانونی زور پاسخ دادند. نیروی هوایی اوکراین گزارش داد که روسیه در شب 27 مارس با پهپادهای شاهد ساخت ایران و بمب‌های هدایت شونده به اوکراین حمله کرده است. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در مجموع 13 پهپاد به منطقه ارسال کرده بود که 12 فرونده از آنها توسط پدافند هوایی اوکراین سرنگون شد. در پی اعتراض‌ها در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور امضای طرح بازنگری در دستگاه قضایی اسرائیل را متوقف کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که کارگران به اعتصاب عمومی علیه این طرح پیوستند و 100 هزار معترض به خیابان آمدند.